بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. انشاءالله که با موفقیت و سربلندی کامل در پناه خداوند سبحان روزگار رو سپری کرده باشید. برنامه‌ای که امروز شروع میکنیم مناظره‌ای هست و گفتگویی بین دو بزرگوار، جناب آقای حسینی قزوینی و جناب آقای مراد زهی. یک گفتگوی دوستانه، یک مناظره برای روشن شدن نقاط مبهم و نقاط نامشخص تاریخ. در واقع در پرتو این مناظرات و گفتگوها خواهد بود که انشالله یک چشماندازی جدید در افق فکری همه ما باز خواهد شد. در انتظار هستیم تا این دو بزرگوار تماسشون رو با ما برقرار کنن. تماس برقرار که شد، مراحل بعدی گفتگو رو پی خواهیم گرفت. موضوع مناظره هست حضرت زهرا سلام الله علیها. درباره این موضوع از ماها قبل بنا شد صحبت بکنیم، گفتگو کنیم، مناظره رو برقرار کنیم. متاسفانه این امکان فراهم نشد به دلایل مختلفی که الان دیگه وارد اون قضایا و دلایلش نمیخوایم بشیم. یه مقدارش هم بستگی داشت به مسائل فنی ما، یه مقدار مسافرت هایی که بنده داشتم، به هر حال چنین توفیقی نشد که این مناظره برقرار بشه. موضوعی رو که انتخاب کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها، دلیلش اینه که مسائلی، مشکلاتی پیش آمده برای بعضی از دوستان، بعضی از هموطنان که به هر حال اختلافاتی در واقع رخ داده. بعضی ها نوشته هایی رو چاپ کردن، بعضی جاها سخنرانی هایی شده که این سخنرانی ها و نوشته ها و گفتگوها، این گفتگوها باعث شد که به هر حال متاسفانه به جاهایی رو هم به اصطلاح برخورد بکنه، یعنی برخوردهای فیزیکی رخ بده که ما همیشه گفتیم که برخوردهای فیزیکی محکوم هستن و غیر قابل قبول. ارتباطمون با جناب آقای مرادزهی برقرار هست. ما میخواییم جناب آقای قزوینی هم منتظر هستیم که ارتباطشون برقرار بشه. سلام علیکم جناب آقای مرادزهی. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مرادزهی روی خط شما باشید، ارتباطتون هم با آقای قزوینی برقرار بشه انشالله، بعد صحبت رو با شما پی میگیریم. شما گوشی خدمتتون باشه تا ارتباطتون با آقای قزوینی برقرار بشه. بسیار. جناب آقای قزوینی همچنان در انتظاریم که این تماس شما برقرار بشه. نمیدونم، البته قبل از برنامه با هر دو بزرگوار من تماس گرفتم، صحبت داشتم. متاسفانه آقای قزوینی منزلشون برق رفته بوده و ایشون در انتظار این بودن که برق منزلشون هم وصل بشه. انشالله که مشکلی برای ایشون پیش نیاد تا بتونیم این گفتگو رو انجام بدیم. دو نظریه هست. برخی میگن گفتگو نکنیم، صحبت نکنیم، اشکالات و سوالات رو پاسخ ندهیم تا کدورت و ناراحتی پیش نیاد. گروهی دیگر میگویند باید صحبت کنیم، پاسخ سوالات رو پیدا کنیم تا اینکه بتونیم نزدیکتر به هم بشیم و نقاط مبهم و نامشخص مشخص بشه، برامون روشن بشه و در پناه دانش هست که اندیشه ها و دل ها به هم دیگه نزدیک میشه. شبکه سلام و بنده طرفدار این نظر دوم هستیم، یعنی در پناه گفتگوها و در پرتو گفتگوهای سازنده و سالم هست که میشه
دلها و اندیشه ها و افکار رو به یکدیگر نزدیک کرد. و این یک چیز خیلی روشن هست، نگفتن و ندانستن و جاهل بودن نسبت به مسائل هیچ موقع مشکل رو حل نکرده. پس ما سعی و تلاشمون باید بر این باشه، همچنان که شما در برنامه هم می‌دیدید، در اعلام برنامه این مناظره که قرآن می‌فرماید فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت میده خدای سبحان و رستگار و هدایت یافته میداند خدای سبحان کسانی که گفته ها را میشنوند، سخنان را میشنوند و بهترینشون را انتخاب میکنند. ما همچنان در انتظاریم تا ارتباطمون با جناب آقای قزوینی برقرار بشه. اگر که این ارتباط برقرار شد، انشالله این گفتگو رو شروع خواهیم کرد. آقای مرادزاده روی خط هستن. جناب قزوینی اگر صدا و تصویر بنده رو دارن، البته عرض کردم منزلشون فرق رفته بوده، ولی اگر دوستان در اتاق فرمان اگر با جناب قزوینی شما تماس بگیرید، ببینید امکان داره ایشون تصویر و صدای ما رو نداشته باشن و ندونن که برنامه شروع شده، لذا شما تماس بگیرید با ایشون. ارتباط برقرار شد؟ بله، دوستان اشاره میکنن که دارن تماس میگیرن با آقای قزوینی. بله، من این لحظه الان به یادم اومد که ایشون وقتی برقشون نباشه دیگه تلویزیونشون به هر حال کار نمیکنه که متوجه بشن ما اومدیم، ولی بله دوستان دارن تماس میگیرن که بهشون اطلاع بدن که لااقل ارتباط تلفنی رو برقرار بکنن. و سلام علیکم جناب قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله جناب قزوینی، به اصطلاح برنامه ما شروع شده، من میدونم منزل شما برق نبوده و شما نتونستید از طریق تلویزیون ببینید برنامه ما شروع شده. آقای مرادزهی روی خط هستن، اگر امکان داره شما با ما تماس بگیرید که چون ما تماس گرفتیم با شما امکان داره که قطع بشه وسط. ایرادی نداره، من تماس میگیرم الان. بله ممنون میشم از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا. بله. خب تا ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای قزوینی، من این از اون طرف قطع کنم از هدایت میتونم بله قطع شد. بله بله تا جناب قزوینی تماس رو برقرار میکنن من این توضیح رو بدم، سریع برسیم انشاءالله به مناظره که بله صحبتمون در این باره بود که ما میتوانیم با بیشتر گفتن بیشتر بدانیم و انشاءالله به یک نقطه مشترکی برسیم انشاءالله. گویا ارتباط برقرار شده. سلام علیکم جناب قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای مرادزهی صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم آقای مرادزهی. و علیکم السلام. بله صدای بنده رو دارید آقای مرادزهی؟ واضح هستش؟ بله بله بله. آقای قزوینی صدای بنده برای شما واضحه؟ بله واضحه. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم، مناظره و گفتگو رو شروع میکنیم. من یک توضیحات اولیه رو باید خدمت هر دو بزرگوار و شما بینندگان عزیز و ارجمند بدم. اولا این گفتگو دوستانه هست، هر دو طرف از شخصیت‌های اسلامی هستند و بنامون بر این هست که این گفتگو سالم و دوستانه برقرار بشه و انشاءالله به دنبال این هستیم که حقایق روشن بشه، به دنبال این هستیم دانشمون بارورتر بشه. هیچ کدام از دو طرف مناظره کننده قطعا و یقینا به دنبال این نیستن که به قول معروف طرف دیگر رو شکست بدن مثلا، یا اینکه این افکاری که شاید برخی در ذهنشون هست. جا
جدا و حقیقتا حالا هر دو بزرگوار در لابلای صحبتاشون توضیح خواهند داد. گفتگو کاملا دوستانه هست و انشاءالله این گفتگوی ما، این مناظره در این برنامه یه الگوی خواهد شد برای برخی از رسانه ها و تلویزیون هایی که شبیه مناظره برقرار میکنن و خودشون به قضاوت مینشینن و بهره برداری میکنن که ما پیروز شدیم، دیگری شکست خورد، دیگری پیروز شد، فلان شکست خورد. نه، این حرفا اصلا اینجا معنا نداره. ما دلون میخواد یک گفتگوی سالم دوستانه برگزار بشه، خود مردم قضاوت کنن و دربارش صحبت بکنن. ما وجه تمایز ما انسانها این هست که بتونیم در کنار یکدیگر دوستانه صحبت کنیم انشاءالله. بعد بنده بنام بر این هست در این مناظره، همچون که در مناظره گذشته چنین شیوه رو داشتم، به هیچ وجه دخالت نکنم در گفتگوها و اظهار نظر نکنن، جانبداری از طرفی نداشته باشم، بی‌طرفی کامل رو رعایت کنم انشاءالله. این نکته اولی بود که باید عرض میکردم. اضافه کنم که خود این برنامه انشاءالله بعد از یک وقفه طولانی حدود 3 ساله که بعد از 2 سال و نیم بعد از اون مناظره اول داشتیم، یک حرکت جدیدی باشه و تعیین کننده باشه در این که ما این مناظرات رو بتونیم بیشتر ادامه بدیم و حتما هم همین کار رو خواهیم کرد. نکته دوم که من درخواستم از هر دو بزرگوار هست، جناب آقای مرادزهی و جناب آقای قزوینی، که از موضوع بحث پراکنده نشن، دور نشن و درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم و اگر هم مطالب جانبی داریم، مطالبی کاملا مرتبط با موضوع بحث باشه. نکته دیگر رو که درخواست بنده است از هر دو بزرگوار، این که خواهشن از شما درخواست دارم به هیچ وجه وارد مسائل سیاسی، موضع گیری های سیاسی، جانبداری از حکومت و دولتی، اسم از مسئولین حکومتی و دولتی برده نشه. درخواست من اینه. به هر حال هر تلویزیونی یه سلسله قوانینی و محظوراتی داره که انشاءالله محظورات ما رو هم شما بزرگواران کاملا واقف هستید بهش. لذا جانبداری از حکومتی، موضع گیری، مخالفت با حکومتی، دولتی یا ارگان سیاسی، حزب سیاسی به هیچ وجه نخواهیم داشت. انشاءالله بتونیم یک صحبت دوستانه رو برقرار بکنیم. برنامه به این شکل خواهد بود که 2 تا 10 دقیقه آغازگر برنامه ما خواهد بود. برای هر دو بزرگوار 10 دقیقه هر کدام از عزیزان صحبت خواهند کرد. بعد 1 دقیقه طرف مقابل سوالش رو مطرح خواهد کرد. طرف دیگر 4 دقیقه وقت داره که درباره این 1 دقیقه و درباره پاسخ به سوال کننده صحبت بکنه. وقتی 4 دقیقهش تمام شد، 1 دقیقه باز بهشون وقت میدیم. این وقت‌ها همه جدا جدا محاسبه میشه. بعد از اینکه 4 دقیقه پاسخ داده شد در پاسخ اون سوال، 1 دقیقه باز بهشون وقت میدیم که سوالی رو خود پاسخ دهنده بلافاصله مطرح کنه تا طرف مقابل 4 دقیقه وقت داشته باشه پاسخ بده. برای شروع 2 راه هست. یا اینکه ما مثلا از جناب آقای مرادزهی که مهمان ما هستند دعوت کنیم که شروع کننده باشند. اگر مایل نیستن که ایشون شروع کننده باشند، یا دوست دارن بهتر به عهده قرعه واگذار بکنن، ما هم قرعه کشی میکنیم. نظرمون رو، نظر جناب آقای مرادزهی رو میپرسیم که آیا ایشون شروع کننده باشند یا قرعه کشی کنیم، یا اینکه نظر سومی اگه آقای قزوینی داشته باشن. جناب مرادزهی. بله، از نظر بنده هست نیست، هر طوری که نظر آقای قزوینی باشن ما حرفی نداریم، صحبتی نداریم، آمادگی داریم. بله، شما میخواهید شروع کننده باشید یا اینکه قرعه کشی کنید؟ مشکل نیست، میخوام شروع بکنم، مشکل نداریم. بله، جناب قزوینی ایشون شروع بکنند یا اینکه قرعه بکشی؟ نه، ایشون تمایل دارن برای شروع کردن، ما چون مهمان ما هستن
ما هر چه باشه این مقدار وابستگیمون به شبکه سلام بیش از ایشون هست، ما این حق اولویت را به ایشون واگذار میکنیم. بله، ما را این هم به فال نیک میگیریم که میبینید از ابتدا تفاهم هست و به حمد الله داره برنامه شیوه دوستان خودش رو ادامه میده. جناب آقای مرادزی، من از الان وقت میگیرم، وقتی که گفتم شروع کنید شما لطف کنید شروع کنید. من بله آماده هستی جناب آقای مرادزی؟ بله. از الان شما 10 دقیقه فرصت دارید صحبت کنید، میشنوید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و نصلی و نسلم علی آله و اصحابه الکرام. قال الله تبارک و تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ضمن عرض تشکر و قدردانی از مسئولین شبکه سلام و حاجی‌های قزوینی که از 7-8 ماهی با هم در ارتباط بودیم و قرار بود یک گفتگوی دوستانه‌ای در این شبکه داشته باشیم که به حمدالله این زمینه فراهم شد و بنده لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران در این خصوص تشکر و قدردانی داشته باشم. تشکر. لازم می‌دانم مقدمه‌ای که بسیار مرتبط با بحث مورد نظر هست عرض بکنم به صورت تیتروار تا بعدها ما وارد بحث اصلی بشیم. همه میدانیم که جهان اسلام در وضعیت فعلی وضعیت خاصی رو داره که در طول 14 قرن فکر نکنیم چنین وضعیتی رو داشته باشه. بسیار متفرق، پراکنده و شکار دشمنان اسلام و مسلمین. برابر این مسئولیت اندیشمندان، علما، مطبوعات، شبکه‌های ماهواره‌ای و متولیان امور فرهنگی در جهان اسلام بسیار سنگین هست. ما 14 قرن، 13 قرن از راه تفرقه و کوبیدن همدیگر و محکوم کردن همدیگر دستاورد و نتیجه ای نداشتیم. مسلماً در حال حاضر و در قرون آینده از این خط مش هم دستاوردی نخواهیم داشت. در حال حاضر نیاز شدید به وحدت داریم و اون فرمانی که خداوند متعال فرموده بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نیاز شدید به اعتصام به حبل الله و چنگ زدن به ریسمان الهی که همان قرآن هست و عمل کردن به آن داریم. و اینکه از تعصبات کورکورانه و از هر گونه فرقه‌گرایی و تقویت فرقه‌گرایی کنار بیاییم. هدف اصلی از این بحث همانطوری که آقای هدایتی فرمودن یک مناظره و کشتی گرفتن نیست که به دنبال این باشیم که به هر حال یک طرف دیگر را مغلوب بکنه. خیر، عصر گفتگو، عصر حوار هست و مخصوصا در کشور ما، در کشور اسلامی ایران که
پیشتاز طرح گفتگوی تمدن‌ها بوده و هست، شایسته است که ما این گفتگوهای دوستانه و گفتمان را در میان خودمان هم داشته باشیم. بنابراین این گفتمان را به فال نیک می‌گیرم. تمام شنوندگان گرامی، از تمام اهل نظر، اونهایی که صدای ما را میشنوند، چه از برادران شیعه و چه از برادران اهل سنت، که این یک دو ساعت را بحث شیعه و یا بحث سنی را از مغزشان بیرون بریزند، به عنوان یک مسلمان پای صحبت برادر مسلمان خودشان بنشینند و بر اساس آیه‌ای که تلاوت کردیم که قرآن می‌فرماید بشارت بده به اون انسان‌هایی که گفتمان را و گفتارها را گوش می‌دند و از مستندترین و مستدلترین و بهترین گفتمان اون را اتباع می‌کنند، اینها صاحبان اندیشه هستند، پیروی بکنیم. شبکه سلام یک فرصتی است که به هر حال برای دوستان ما پیش آمده و می توانند که در اون مکان دوری که قرار دارند به عنوان فرصت استثنایی در جهت وحدت مسلمین، در جهت دعوت به اسلام و در جهت تبلیغ اسلام تلاش و کوشش بکنند. بنابراین ما از همین الان مجدداً از مسئولین و متولیان شبکه سلام دعوت میکنیم که انشالله با رویکرد جدیدی به سمت اتحاد و انسجام اسلامی، به سمت وحدت و به سمت تقریب دلها و نزدیک کردن دلهای جامعه اسلامی گام بردارند. بنابراین اون چیزی که احساس کردیم که انگیزه شد تا در این بحث شرکت کنیم، بحث هایی است که در یک دو سال اخیر مطرح شده و در شبکه های خبری، در روزنامه ها، در مطبوعات، در شبکه های اینترنتی بسیار به صورت گسترده روش بحث میشه و اون همون طرح اتهاماتی که به بهترین انسان‌ها بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما زده شده این اتهامات، و بعد از اون هم مستنداتی که آورده شده برای اون موارد از کتب اهل سنت هست. میخوام ببینیم، بررسی کنیم واقعا انسان‌هایی که بعد از پیامبر پایه‌گذار دین اسلام و پایه‌گذار فتوحات اسلامی بودند و ما ایرانیان هم به ویژه مرهون خدمات و زحمات و تلاش‌ها و مجاهدت‌های اونها هستیم که اسلام به ما رسید و الان ما مسلمان هستیم، یا واقعاً چنین برنامه‌هایی بوده، چنین چیزی صورت گرفته، یا اینکه اینها بر اثر دسیسه مخالفین اسلام و دشمنان اسلام در طول تاریخ که خواستند تفرقه‌گرایی را تشدید بکنند بین فرقه های اسلامی، از سوی اونها صورت گرفته و در بعضی از کتاب ها روایات جعلی و ساختگی و دروغینی در این خصوص وضع شده. ما الان وظیفه بزرگی نسبت به آل و اصحاب پیامبر بر عهده داریم. آل و اصحاب پیامبر همانند جناب آقای مرادزهی، یک دقیقه فرصت دارید. همانند دو بازوی یک پرنده میمانند که هر کدام از این بازو اگر نباشه
پر نباشه پرنده به درستی نمیتواند پرواز بکنه. بنابراین ما از همه شنوندگان عزیز استدعا داریم که بدور از تعصب و بدور از اینکه پیرو چه مذهبی هستند به عرائض مختصر بنده انشالله طی بحث‌های آینده گوش بدن و همه در نهایت دنبال اون چیزی که به عنوان کشف حقیقت هست باشیم انشالله. حالا در رابطه با شخصیت حضرت فاطمه زهرا و اینکه دیدگاه اهل سنت و بالاتر از اون در رابطه با دیدگاه اهل سنت نسبت به پیغمبر انشالله عرائض آینده انشالله در بحث‌های بعدی خواهیم داشت و الان چون بحث در این 10 دقیقه دیگه تمام شد انشالله 10 دقیقه فرصت تمام شد، ما سعی می‌کنیم که در فرصت‌های بعدی در خدمت دوستان باشیم. تشکر، ممنون از شما. جناب آقای قزوینی از الان شما 10 دقیقه فرصت دارید، صحبت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما هم ضمن سلام به همه دستندرکاران شبکه سلام، جناب آقای هدایتی و بینندگان عزیز در سراسر دنیا تشکر میکنیم اولا از شبکه سلام که این بستر رو فراهم کردند که یکی از عزیزان اهل سنت که از اساتید برجسته حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان هست حضور پیدا کند و مطالبشون رو شفاف در این جلسه دوستانه و گفتگوی صمیمی بیان کنند. و از مقدمه هم که برادر عزیزم جناب مرادزهی بیان کردن باز تشکر می کنم. بنده هم تأکید می کنم بر این که ما مسلمان ها امروز در برابر دشمنان مشترک قرار گرفته ایم که دشمنان براشون نه شیعه و نه سنی هیچ کدام فرق نمی کند. با همون سلاح‌هایی که در افغانستان فرد در کابل سنی را می‌کشند، در مزار شریف شیعه را می‌کشند، در عراق اگر در فلوجه برادران اهل سنت ما را می‌کشند، در شهید صدر شیعیان را می‌کشند. و ما چه شیعه و چه سنی برادر هستیم، کتاب من یکیست، قبله ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، هر دو به طرف یک قبله نماز میگذاریم، مشترکات زیادی داریم و در کنارم اختلافاتی داریم و برای اختلافات به جای اینکه متوسل بشویم به خشونت یا اهانت یا جسارت، چه بهتر که بسترهای این سنینی فراهم شود که از شیعه و چه سنی در یک جلسه خیلی دوستانه مطالبشون رو مطرح کنند. و اما اینکه این قضیه موضوع ما حضرت زهرا سلام الله علیها هست، روی چند محور این موضوع انتخاب شد و جناب مرادزهی هم این پیشنهاد را پذیرفتند. نکته اول اینکه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در میان فرزندان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه کاملا ویژه‌ای داشت و از هم دیگر فرزندانش و هم دیگر صحابه امتیاز